سلام عرض درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مسلم حسین زاده هستم و با دومین سری از مجموعه کلماتی که بسیار مفیده، همون توی کلمات خیلی ساده ولی در قالب جملات بسیار ضروری که معانی مختلف اون کلمه رو شما یاد خواهید گرفت. خب دوستان عزیز، اگر قسمت اول رو ندیدین از طریق لینک بالا درس اول رو ببینید که درباره کلمه about بود و گفتیم که about معانی مختلفی داره و عمومی ترین معنی about اینه که درباره هست، اما این about معانی مختلفی داره. خب امروز توی درس امروز میخوایم بریم سراغ کلمه above. خب بریم که داشته باشیم ببینیم above چه معانی میتونه داشته باشه. دوستان عزیزم، جملات رو تک تک میخونم، باز میکنم تا دوستانی که هم تو سطح های بالاتر هستن و هم تو سطح های پایینتر متوجه موضوع بشن. خب اولین جمله رو She is above 40. She's above 40. اون بالای 40 ساله. بچه 40 رو اینجا چی؟ 40 در نظر میگیریم، از نظر سن، یعنی سنش رو در نظر میگیریم. خب She's above 40. اما certainly به معنای مطمئنن یا قطعا یا حتمنه. پس معنیش که میکنیم میشه چی؟ میگیم اون حتما بالای 40 ساله. پس certainly رو یک معنی که امروز یاد میگیم به معنی مطمئنن هست. above بالای 40، به معنای بالای 40 ساله. Tom lives in the room above us. Tom lives in the room above us. Live به معنی زندگی کردنه دوستان. Tom lives in the room above us. یعنی Tom زندگی میکنه توی اون اتاقی که بالای ما، یه اتاق بالای ما. پس بچه اگر که بگیم که مثلا she is living یا my sister خواهر من is living زندگی میکنه in the room توی یه اتاقی above us، یعنی الان داره بالای، خدمتتون که عرض کنم، اتاق بالایی ما زندگی میکنه. و جمله سوم Tom was the one، میگه Tom اون نفری بود. پس بچه one اینجا به معنی چیه؟ نفر هست. اون نفری بود که gave یعنی دادن، رفته تو گذشته شده gave me the painting، یعنی نقاشی رو داد. That's که hanging یعنی آویزان. بچه خود فعل hang یعنی آویزان کردن. hanging اینجا صفت هست. that's hanging یعنی that is hanging یعنی آویزان هست. خب above my fireplace. fire به معنی آتش هست و place به معنی مکان هست. حالا جایی که آتش هست میشه چی؟ fireplace. منظور همون شومینه هست. پس اینجا توی این جمله من یاد گرفتم که give وقتی بره تو گذشته میشه gave. معنی دوم painting به معنای نقاشی هست و hanging یعنی آویزان، یعنی is hanging یعنی آویزان هست above my fireplace و fireplace هم میشه به معنای شومینه. sign above this line. بچه sign به معنای نشانه هست، اما زمانی که در قالب اسم استفاده بشه. اما sign above this line. line هم به معنی خط هست. sign امضا کن. پس sign اگر در قالب verb یعنی فعل اومد به معنی امضا کردن هست. پس sign امضا کن بالای این خط رو. و help، عجب جمله، این جمله خیلی عالیه. help is above wealth. یعنی چی؟ یعنی میگه سلامتی. پس health اینجا به معنی چیه؟ به معنی سلامتی هست. health is above wealth. دیگه نمیتونه بگیم health wealth. اوکی health یعنی سلامتی و wealth به معنی ثروت هست. نمیتونم بگم سلامتی بالای wealth هست، ثروت هست. بچه ها معنی above اینجا به معنی ارجحتر، بالاتر. اوکی یعنی مهمتر هست. میگه health is above wealth. اصلا یک عبارت خیلی خوبی هست. پس سلامتی ارجحتره، مهمتره نسبت چی؟ به ثروت. My grades are above average.
پس my grades، grades این نمره، my grades این نمراتم، are above average یعنی average هم به معنی میانگین هست، معدل هست. پس میگه نمراتم بالای میانگینه. بریم ببینیم چه کلماتی رو یاد گرفتیم در قالب above. پس من همین above رو به معنی بالا، ارجع یاد گرفتم، هم بالاتر، هم یه کلماتی رو توی این جملات یاد گرفتم. بچه دوستان عزیزان، کلمات رو به این صورت یاد بگیریم، یعنی کلمات رو توی کانتکست یاد بگیریم که از شما وقتی میگه above بالا، above بالا، این کلمه رو به صورت پسیو یاد میگیرین. شاید اون رو توی متنی ببینید و بتونید بفهمید، اما نمیتونید اون رو در یک قالبی به معنی در اسپیکینگ یعنی صحبت کردن استفاده کنید. چرا؟ چون پسیو است، باید اکتیو بشه، باید توی جملات مختلف ببینید و سعی کنید مثل اون جملات بسازید تا از قالب پسیو به اکتیو وارد بشه. خب certainly شد، حتما، مطمئنن. gave گذشته give هست، painting نقاشی، hanging is hanging یعنی آویزان هست، fireplace یعنی شومینه و sign به معنی امضا کردن، به معنی نشانم هست، health به معنی سلامتی و wealth به معنی ثروت هست و grades، my grades توی مدرسه که باشه این نمراتم و average به معنی میانگین هست. خب دوستان عزیز، اگر سابسکرایب نکردین و دوست داشتین این درس رو، سابسکرایب رو انجام بدین، لایک یادتون نره. دوستان عزیز اگر سوالی داشتین در کامنت ها بپرسید و دوستان عزیز لایک و اون معرفی کردن به دوستان اگر مفید براتون بود حتما رو انجام بدید. بدرود، دوستون دارم.